در این قسمت میخوایم در رابطه با توصیف محلمون صحبت کنیم. محله یا نیبرهود در انگلیسی به منطقه زندگی گفته میشه. مثلا در شهر تهران میرداماد یک نیبرهود هست، یا مثلا جردن یک نیبرهود هست، انقلاب یک نیبرهود هست، یا در اهواز کیانپارس یک نیبرهود هست، یا مثلا زیتون یک نیبرهود هست. یعنی کل این منطقه رو ما یک نیبرهود میشناسیم. نیبر به معنی همسایه و نیبرهود به معنی محله هست. خب اول میخوام که توجه شما دوستان رو جلب کنم به یک سری از کلماتی که در اینجا میتونن برای ما پرکاربرد باشن. دقت بفرمایید. کلمه cozy به معنی خلوت هست. کلمه بعد کلمه quiet هست. quiet به معنی آرام یا ساکت هست. quiet آرام یا ساکت. کلمه بعد crowded به معنی شلوغ هست. crowded که میتونیم به جای busy استفاده کنیم. کلمه بعد کلمه noisy هست. noisy به معنی پر سر و صدا. و اصطلاح بعد rush hours دوستان ساعت شلوغی و ترافیک رو در یک منطقه میگن. و traffic jam همون بار ترافیکی است. traffic jam بار ترافیکی رو در یک منطقه میگن. خب دقت بفرمایید دوستان، من راجع به محلم میخوام بگم یا neighborhoodم. یه کلمه دیگه که میتونه برامون خیلی پرکاربرد باشه کلمه facilities هست. facilities امکانات همون مغازه ها، هتل، رستوران و غیره که در اطرافمون هستن میتونن facilities باشن برای ما. پس facilities تسهیلات یا امکانات هستن. خب بنابراین دوستان ما سعی میکنیم که باز با یک حالت مقدمه شروع کنیم و از هر چیزی که صحبت میکنیم راجع بهش یک توضیح کوچیک بدیم، شاخ و برگ بدیم، پارافریز کنیم یعنی شاخ و برگ بدیم به صحبتمون. و من به این صورت میگم که actually I live in a crowded and noisy part of the city. من توی I live in a crowded and noisy part of the city. در یک مثلا مکان شلوغ و پر سر و صدا از شهر زندگی میکنم. My neighborhood is located in north of city. My neighborhood is located in how گفتیم is located in واقع هست در یا is situated in located یا situated is situated in or in is located in north of the city ها در شمال شهر واقع هست. And you know actually there are rush hours both in the morning and in the evening ها. و rush hours وجود داره، ساعت شلوغی وجود داره. Both یعنی هر دو، وقتی میخوام به دو چیز اشاره کنیم هر دو، both in the morning and in the evening ها. هم در صبح و هم در عصر ما rush hours داریم یا ساعت شلوغی داریم. Okay, and sometimes the traffic can be really annoying to us. Sometimes the traffic, what traffic can be annoying to us. میتونه annoying باشه، یعنی آزاردهنده باشه. ببین دوستان annoy آزار دادن، اذیت کردن، و annoying آزاردهنده هست. However حالا با این وجود، یعنی میخوام یه جنبه متضادی رو بگم، پس با however شروع میکنم. However fortunately there are a lot of facilities around. Fortunately خوشبختانه، سعی کنیم که از این قید ها استفاده. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج های ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.